سلام به همه 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 تون. آقا خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون مستر چک سازی آهنگ داد. و از الان اینو لازمه بگم که احتمالاً تا 6 ماه قراره با این آهنگ باردار بشیم و حالا جلوتر بهش میپردازیم که کلن داستان چیه. بریم بیاییم بشنویمش. اول اینکه اسم ترک مامان منو ببخش، خب؟ و برخلاف اون آهنگای قبلی که داده بود، مثلا جنتلمن و دکتر و پارسال چی بود تهران توکیو داده بود، این ترک حاشیه اونجوری به نظرم نداره، یعنی حاشیه‌ای که جلب توجه بکنه، حداقل هنوز رو نکرده. توی تیزرش هم چیز خاصی نبود بجز این که خودش یه گریم سنگین کرده و نقش مامانش هم بازی کرده. این بده. حالا میخوایم بشنویمش ببینیم که چجوریه، میرسه مثلا در حد حسن به نظر میاد که هیت بشه یا نه. بریم بشنویمش. و قبلش اگر تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله کانالشم فعال کنین، لایک کامنت یادتون نره. اوه ساسی ماما منو ببخش 3 دقیقه و 27 ثانیه، 1 2 3. ساسی کلن سالی یه بار کار میده دیگه، این خوشش اومده این روند رو ادامه بده. اما نه، کاش یکم سبکش رو عوض کنه، چون الان فکر میکنم 3-4 ساله که فقط داره سالی یه دونه آهنگ میده و اون یه دونه آهنگ هم عملا هی داره 6 و 8 روی یه موج سواره. بریم. اینم بگم که من دیروز بود فکر میکنم استوریاشو دیدم، باز با همون دابسمش، با همون تیزر مثلا شاید 20-30 ثانیه‌ای که داده بود دابسمش درست کرده بودن، ترکونده بودن ملت، یعنی ملت آمادن که دابسمش بسازن پایان. ماما منو ببخش اگه همه قرارام پنهونیان، با یه مش بدتر خودم صبح تا شب و مهمونیم، سر بدیم پسر بدیم، خواستم خوب باشم نشد، شدم کسی که 24 مسته با همه رفیقام مملش شد، شما با دوستان خوبه با اونی که میخوام خوبه، ماما منو ببخش امشبم خونه نمیام جام خوبه، شما با دوستان خوبه با اونی که میخوام خوبه، ماما منو ببخش امشبم خونه نمیام جام خوبه. اگر این مثلا 1/3 آهنگ در نظر بگیم که رفته تا اینجا، بعد گفت
چی؟ ما مثل پرستیم تو صالحی، ما پرویز، پرستو صالحی، پرستو پرویز، پرستو پرویز ما داریم، پرویز پرستوی. آها 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 اوکی. چه خبره؟ چی سیقاتی مشروبا بود؟ بله شمال با دوستان خوبه، با اونی که میخوام خوبه، ماما منو ببخش امشبم خونه نمیام جام خوبه. شمال با دوستان خوبه، با اونی که میخوام خوبه، ماما منو ببخش. کورسش انصافاً باحاله و به نظرم هیت میشه، یعنی با این یه تیکه کورس منتظر رگبار استوریا باشین. ببخش امشبم خونه نمیام جام. این تیکش توی چیز بود، توی تیزرش بود. ترک تموم شد و به نظرم چند تا مثلا شوخی ریز داشت تو دلش، حالا اشاره کردیم بهش، ولی به جز اون فکر نمی کنم زیاد قدرتی داشته باشه. من یکی همجوری صرفا از نبود آهنگ 6 و 8 اینو پلی بکنن، و یعنی به نظرم اگر قرار باشه مثلا از لحاظ 6 و 8 شناسی بررسی بکنیم، دکتر سطحیش اینو میزد. خب حالا تهران توکیو هم باز لبه مرز بود، لبه جدول بود، که مثلا نه خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، ولی این ما منو ببخش زیاد اونجوری که باید حس نمی کنم بگیره. آره خلاصه داشتم میگفتم اونجوری که باید به نظرم هیت نمیشه این ترک. حالا باید منتظر ویدیوش باشیم. توی ویدیوش هم فکر نمی کنم زیاد تغییری ایجاد بکنه، فقط همین یه تیکه آخرش که توی تیزرم نشون داده بود برگی برندش حس میکنم بود. و اینکه بازم میگم کورسش خوراک استوری گرفتن، استوریا کلن این پیشبینی منه، داشته باشین پیشبینی منه که کلن استوریا از روی کورسشه، اینو شک نکنیم. بریم حالا چند تا از کامنت ها رو بخونیم. کامنتاش بازم باحال بود. نوشته خدا مدرسه ها رو بخیر کنی، که مدرسه نیستی عملا. و یکی نوشته واقعا تیکسای آقای ساسی رو قبول دارم، واقعا رو زندگی و آیندم تأثیر داره. چهارشنبه سوری کی میشه؟ چهارشنبه سوری میشه این هفته، نه هفته دیگه. خب احتمالا چهارشنبه سوری هم داستان داریم، پر محتوا و پر مفهوم ترین آهنگ قرن. و نوشتم باز تا 6 ماه حامله بشیم و این داستانا، ولی نه به نظرم این آهنگ قدرت آهنگ قبلی ها رو نداشت. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم حال کرده باشین. نظرتون رو بنویسین، حالا فارغ از هر جبهه گرفتنی، بالاخره ساسی هم تو کار خودش آدم موفقی محسوب میشه به نظرم توی 6 و 8، توی آهنگای 6 و 8. اما این به نسبت پارسال و دو سال پیش هم یه افولی رو داره طی میکنه. مرسی تا آخر نگاه کردین، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش فعال کنید، لایک کامنت، خیلی چکرین، شاد باشین و سلامت و پولدار. قربان شما بسه چک. به مرتضی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم تو داشته.
تهتون گرم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گرم.